دوست داشتم کسی جایی منتظرم باشد نوشته آنا گاوالدا ترجمه الهام دارچینیان با صدای هلیا مقصودی قسمت اول درباره نویسنده فکر می کنم راهی وجود دارد تا بتوان از واقعیات تلخ و ناخوشایند به آرامی سخن گفت. به هر حال، بهترین راه برای بیرون رفتن از کسادی بازار روزمرگی همین است. آنا گاوالدا. آنا گاوالدا در سال 1970 در بیلانکورت در حومه پاریس به دنیا آمد. والدینش از شهروندان اصیل پاریس بودند و به هنرهای دستی نقاشی روی ابریشم اشتغال داشتند. در سال 1974 به بخش اور الوار در جنوب شرقی پایتخت محله قبلی راهبان کوچ می کنند. آنا در این محله دوران کودکیش را با سه خواهر و برادرش در محیطی بدون دقدقه و فضایی هنری گذراند. وقتی چهارده ساله شد والدینش از هم جدا شدند. او نزد یکی از خاله هایش رفت که مادر سیزده کودک بود. جابجایی محل زندگی دگرگونی جدی در محیط و عادات را به همراه داشت. به عضویت یک انجمن کاتولیکی در سنکلود درآمد در آنجا طرز تفکر بدون قید و بندش به محک و آزمایش سختی گذاشته شد ولی از این رهگذر فرا گرفت که از سنین کم خود را با دیگر واقعیت‌های زندگی وفق دهد بعدها وارد دبیرستان مولیر شد. با دختران شایسته سرزمینم هم کلاس بودم. همه بوها و چهره ها را به یاد دارم. همه آن اندوه را. قبل از آن که برای تحصیل از سوربون پذیرش بگیرد به کارهایی از قبیل پیشخدمتی، فروشندگی، بازاریابی آژانس املاک، صندوقداری و گلارایی پرداخت. زندگی را آموختم. دست گلهای کوچک برای همسران و دست گلهای بزرگ برای محشوقه او تجربه همه جانبه در حیطه های متنوع زندگی می و با ویژه ترین انسان آشنا می شود. بدین ترتیب برداشت تجارب، تأثیرات و یافته را ذخیره و ثبت می کند. تا بعدها آنها را دوباره فرا بخواند و به مددشان داستانهای جذاب و تا اندازه غیر معمولش را بپروراند. با یک دامپزشک ازدواج می کند. و از او صاحب دو فرزند به نامهای لویز و فیلیسیتی می شود. در این دوران گاهی به عنوان آموزگار و گاهی در مرکز اسناد کار می کند و برای گام نهادن در دنیای ادبیات دست به نخستین کوشش ها می زند. در 29 سالگی با مجموعه داستان دوست داشتم کسی جایی منتظرم باشد به موفقیت بزرگی دست یابد. اولین چاپ تا سال 2003 به 20400 نسخه تیراژ رسید. تیراژ چاپ کتاب جیبی ژلو هزار و چاپ کتاب‌های آبونمان شده به هزار جلد رسید. در خارج از فرانسه داستانها به نوزده زبان ترجمه شد و بلا فاصله پس از انتشار جایزه بزرگ آرتیل دیر 2000 را به خود اختصاص داد. آناگاوالدا پس از جدایی از همسرش کارش را رها و تمام زندگیش را وقف ادبیات می کند. موفقیت مغرورش نمی کند. و با وجود پیشنهادهای اقوا کننده به ناشر کوچکش لو تانت وفادار میماند. شهرت و ثروت مرا اقوا نمی کند. آدمی هرچه کمتر داشته باشد کمتر از دست می ثروت و شهرت دامی برای کودن هاست. باید در استقلال کامل نوشت و دل مشغول میزان فروش اثر خود نبود. پس از چاپ این اثر نقد روزنامه ها نسبتا رضایت بخش هستند. روزنامه لو کانار آنشنه می نویسد برای آنا گاوالدا نوشتن مانند نفس کشیدن است. او باید زبان بزرگی داشته باشد. و روزنامه ماری فرانس می نویسد عنوان داستان به خودی خود زیباست. داستان ها هم خارق العادند، هم گزنده و در عین حال غمانگیز گلی زیبا با خارهای زیاد. و روزنامه محلی اولدنبورگیش می نویسد، کم پیش می آید یک فرانسوی با این همه زرافت و شوخ طبعی سر به سر دنیای مقدس پایتخت ملل بزرگ بگذارد و به آن دشنام دهد. در جویه 2002 ترجمه آلمانی کتاب در رده نهم فهرست بهترین منتقدین رادیوی زودوست قرار می گیرد. رمان منو را دوست داشتم که در سال 2002 توسط انتشارات لودیل تانت به چاپ رسید گفتگوی طولانی میان زنی جوان و پدر شوهرش است. شوهر زن تازه ترکش کرده و پدر شوهر به او میگوید چگونه عشق بزرگش را به دلیل اشتباهاتش از دست داده است. نویسنده با توانایی عظیمش در درک احساسات دیگران اشتیاق مرد متعهل را به یک زن جوان مشاجرات روحی و انصرافش از عشق را به زیبایی به تصویر می کشد. کند و کاوه تکان دهنده مرد سال خورده در زندگی شخصی و کمکی پر از همدردی برای عروس خود باختش. عشق در کارهای آنا گاوالدا همچون زندگی موضوع اساسی است. عشق میتواند خوشبختی آفرین و اسرارآمیز و در عین حال دردآور و صدم زننده باشد. به آدم هایی که زندگی احساسی برایشان در درجه دوم اهمیت قرار دارد به گونه ای حسادت می آنان شاهان این دنیایند شاهانی روی این تند پیش از آن که نویسنده شروع به نوشتن کند به مطالعاتی عمیق درباره موضوع مربوطه می پردازد. مثلا وقتی درباره یک راننده کامیون ترانزیتی می نویسد به سراغ پمپ بنزین یا تعمیرگاه اتومبیل می رود. انسانها را زیر نظر می گیرد. با آنها صحبت می کند. سوالات کنج ای در مورد کوچکترین جزئیات می کند و با جدیت یادداشت برمیدارد. بادم ها برخورد می کنم. آنها را نگاه می کنم. از آنها میپرسم صبحها چه ساعتی از خواب بیدار می شوند؟ برای زندگیشان چه می کنند؟ و مثلا دسر چه دوست دارند؟ بعد به آنها فکر می کنم. تمام مدت فکر می کنم. از نو به چهرهشان، دستهایشان، حتی به رنگ جورابهایشان دقیق می شدم. ساعتها نه، سالها به آنها فکر می کنم. و سپس روزی می دربارهشان بنویسم. آنا گاوالدا توجه ویژه‌ای به انسانهایی دارد که در زندگی سرکیسه شدند. سرخوردگان و تیپهای تباه شده. فرقی نمی کند ثروتمند، فقیر، جوان، پیر، روشن فکر و یا کارگری ساده باشند. به نظر او هر انسانی دارای نقطه ضعفی است. او به کسانی که خود را بدون نقط ضعف می و گویی هرگز دچار تزلزل نمی شوند اعتماد ندارد. سبکش بسیار روان، تازه، بی سلیس و سهل است. سبکی که از همان ابتدا اثرگذار است. منتقد مجله ادبی با عنوان ماریان سبک گاوالدا را این گونه ارزیابی میکند نقطه قوت آنا گاوالدا در این است که همان گونه که آدمی سخن میگوید می, گوید می و این ویژگی کیفیت کار را تضمین میکند کلام مکتوب از کلام شفاهی پیشی نمیگیرد از آن عقب نمی ماند. آن را دوچندان نمی نمایاند بلکه به سادگی جایگزین آن می شود. خودش می گوید به جمله های روان و سلیس بسیار علاقه مندم. به اینکه هیچ چیز مانع روانی نوشته نشود. می خانم. دوباره می خانم. اضافه می کنم کم می کنم تا متن آشوب برانگیز شود وسواس عجیبی به این کار دارم بنابر اظهارات خودش وقت زیادی صرف می کند و کوشش بسیار به خرج می دهد تا هایش را اصلاح کند و به کارش جلوه دهد. آن را از ناخالصی ها برهاند، هماهنگ کند و هنگام چاپ مجدد دوباره تصیح کند. فکر می کنم راهی وجود دارد تا بتوان از واقعیات تلخ و ناخوشایند به آرامی سخن گفت. به هر حال بهترین راه برای بیرون رفتن از کسادی بازار روزمرگی همین است تنز شوخی و بزلگویی جایگاه بسزایی در داستانهایش دارد. او حتی واقعیت های بسیار جدی و تلخ را که به هیچ روی خنددار نیستند ساده تر به تصویر می کشد تا فضاهای قمزده را مقداری سمیمانه تر و آرامش ایجاد کند. آنا در جواب یک خبرنگار که پرسید به راستی چرا داستان کوتاه می نویسد؟ با شیطنت جواب داد که در اصل داستانهای کوتاه را اصلا دوست ندارد. زیرا آنها بخش محدودی از زندگی را نقل می کنند و نیاز خواننده را برای دانستن کامل برآورده نمی کنند. ولی از آنجا که او دو فرزند دارد برایش راحت تر است شبها یک داستان کوتاه بنویسد تا یک رمان بلند. پایان قسمت اول